سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. کمالگرایی لغت عجیبیه. ظاهر زیبایی داره اما پرفریبه و میتونه ترسناک باشه. میتونه رویای فرد رو آلایش بده و دنیای درون رو بسازه و اون رو پر کنه و بهش انگیزه درونی بده. پیشبینی نتیجه نهایی از اون میتونه به شدت لذت بخش باشه و در پی اون شخص احساس قهرمانی کنه. اگر کمالگرایی نباشه، ممکنه فرد بلند پروازی رو از دست بده و اگر باشه، ممکنه تصور کنه قهرمانی بی خطاست و از این رو اشتباه کردن رو مناسب خودش ندونه. در مورد کمالگرایی کم و بیش چیزهایی شنیدیم که هسته این شنیده ها میشه این که تمایل داریم کارها رو به شکلی بی عیب و نقص انجام بدیم یا میخواییم نقشه بکشیم و در کوتاه ترین زمان ممکن و به ساده ترین شکل ممکن از پس کارها بر بیاییم و دوچار چالش نشیم و به بهترین شکل ممکن دقیقا به جایگاهی که تصور میکنیم شایسته اون هستیم برسیم و یا میخواییم در طول مسیر شکست نخوریم و بهای سنگینی رو هم پرداخت نکنیم یا میخواییم هر آنچه در ذهن داریم عملی بشه و منابع بیرونی با ما همسان باشن و موانع و مشکلات خارجی هم در سر راه ما ظاهر نشن. در واقع میخواییم در حالی که سرود شادی بر لب داریم و با خوشحالی بر روی زمین قدم برمیداریم و در حالی که دیگران دارن به ما لبخند میزنن به هدف خودمون برسیم. اما سوال اصلی اینجاست، آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ اگه مصرانه بگیم آره، خب دروغ گفتیم. بوکر واشنگتن، مشاور رئیس جمهور آمریکا و رهبر سیاه‌پوستان میگه معیار سنجش موفقیت یک انسان نباید دستاورداش باشه، بلکه بهتر معیار سنجش ما موانعی باشه که در راه رسیدن به هدف بر اونها غلبه کرده. البته همونطور که احتمالاً میدونید از کمالگرایی به عنوان لغتی مثبت یاد نمیشه. معمولاً کمالگرایی رو به فردی موفق نسبت نمیدن، بلکه گفته میشه انسان موفق انسانی واقع‌بین و اهل تعادل اما پیشروه و معمولاً کمالگرایی رو متضاد با واقع‌بینی در نظر میگیریم. کمالگرایی چیزیه که دوست داریم چارچوب رویای ما قرار بگیره و از درون وجودمون نشأت میگیره، در حالی که واقع‌بینی برآیند نیروها و محرکات بیرونی و درونیه که به واسطه این دید میتونیم در برابر مواجهه با چالش‌های پیش‌بینی نشده آماده باشیم. در واقع اگر بخوام ساده‌تر بگم میشه کمالگرایی اون چیزیه که می‌خوایم باشه و واقع‌بینی اون چیزیه که هست. دقت کردید زمانی که به رویاها و خواسته‌های خودمون فکر می‌کنیم هیچ اثری از منفی نگری و ناراحتی نیست؟ لذت برخوردار شدن از خواسته‌های قلبی رو نمیشه با چیز دیگه ای جایگزین کرد. لذا در این زمان شوق زیادی برای دست یافتن به آرزوها رو به دست میاریم و احساس میکنیم شکست ناپذیر شدیم و فکر میکنیم چیزی وجود نداره در مقابل ما قد علم کنه. به خصوص وقتی در حال تماشای کلیپ‌های انگیزشی هستیم یا در حال گوش دادن به آهنگی شاد و انرژی بخش. انرژی و انگیزه ما تحریک میشه و افزایش پیدا میکنه و میخواییم تمام موانع سر راهمون رو خورد کنیم تا به رویامون برسیم. اما همین که محرک اثر خودش رو بعد از زمانی اندک از دست داد، متوجه موانع درونی و بیرونی میشیم و بنابراین بخش زیادی از انگیزه خودمون رو از دست میدیم و احساس میکنیم آسیب پذیریم. اینجا دقیقاً همون جاییه که رویاهای دور و دراز و خوابهای شیرین و قول و قرارهای رنگارنگ تبدیل به کابوس میشن و به سادگی بین موفقها و ناموفقها فاصله میفته. اینجا دقیقاً همون جاییه که فرد متوجه میشه دنیای بیرون مثل دنیای درون عمل نمیکنه و چیزی فراتر از تصور و خواسته برای موفق شدن نیازه. اینجا دقیقاً همون جاییه که کمالگرایی به اشتباه ویژگی بدی معرفی میشه و بنابراین
بیشتر مردم تصمیم میگیرن رویای خودشون رو فراموش کنن. و اگر رویاشون رو فراموش کنن، مطمئن باشید ضمیر ناخودآگاهشون هیچ وقت اونها رو به دلیل چنین خیانت بزرگی نمیبخشه. اما از اونجا که خیال پردازی و کمال طلبی ارتباط تنگاتنگی با همدیگه دارن، نباید اجازه بدید واقع بینی جایگزین کمال طلبی و رویا پردازیتون بشه. اما تو ذهنمون سوالی برامون پیش میاد. حالا چطور میتونیم در حین کمالگرا بودن دستاوردهای بزرگی هم داشته باشیم و برای همیشه روحیه و انگیزمون رو حفظ کنیم؟ برادران رایت در آرزوی پرواز کردن بودن، یعنی خیال پردازی. اما به خوبی می دونستن که تا اون زمان هیچ کس به جز پرندگان پرواز کردن رو تجربه نکرده. خب، این یعنی واقع بینی. اونها به دنبال ساخت وسیله‌ای بودن تا به واسطه اون پرواز کردن رو تجربه کنن، یعنی بازم خیال پردازی. و البته از قانون جاذبه هم اطلاع داشتن که اجازه نمیده اجسام در هوا معلق بمونه. خب، یعنی واقع بینی. اونها ناامید نشدن و خوشبختانه انگیزه اونها به قدر کافی قوی بود تا بتونن به آرزوی خودشون دست پیدا کنن. اما آیا به سادگی به آرزوی خودشون رسیدن؟ مسلماً نه. اونها هزینه‌های مالی و جانی زیادی رو متحمل شدن و توسط دیگران مورد تمسخر قرار گرفتن و شکست‌های زیادی رو هم متقبل شدن. اما در نهایت به هدف خودشون رسیدن. تفاوت بزرگ مردمان تاریخ ساز با دیگران در به تحقق رسوندن اهداف و آرزوهای به ظاهر ناممکن خودشونه. اتفاقاً مردان و زنان بزرگ تاریخ هم کمال طلب بودن. اونها همیشه به دنبال رسیدن به بهترین ها و یا خلق بهترین ها بودن و هیچ وقت حاضر نشدن در برابر شرایط سخت تسلیم بشن. اما اونها شجاعت روبرو شدن با شکست رو داشتن و می دونستن باختن موقتیه و بخشی از پیروزی نهایی. واقع‌بینی چراغ رسیدن به کماله. برای به دست آوردن کمال باید از مراحل و چالش‌هایی گذشت که بعضاً گمراه کننده یا سختن. شما نمیتونید انسانی بسیار منطقی و واقع‌بین باشید و در عین حال کارهای بسیار بزرگی انجام بدید. همچنین صرفاً کمال طلب بودن موجب سکون و بی‌حرکتیه. این رو هم به یاد داشته باشید که انسان مجنون واقع‌بینی رو کنار میگذاره و فقط به امید تحقق پیوستن به رویای پرواز بدون در نظر گرفتن قانون جاذبه از صخره به پایین میپره و آسیب میبینه. البته اگر نمیره. برای تحقق رویاهاتون نیاز به تعادل دارید. تعادل در کمال طلبی و واقع‌بینی که هم عملگرا باشید و هم از افتادن در چاه خامی جلوگیری کنید. خب، حالا فکر میکنید راه حل چیه؟ خوشبختانه یا متاسفانه بستگی به خودتون داره که به اون مثبت نگاه کنید یا منفی. راه حل پیشنهادی راه حلی نظری و درونیه. به این معنی که نیازی نیست از بدنتون کار بکشید، بلکه باید سیستم تحلیلی مغز خودتون رو به کار بگیرید و به رویاها و آرزوهای خودتون درست نگاه کنید. سپس به شرایط حال خودتون توجه کنید و بفهمید برای اون که به رویای خودتون برسید باید چگونه شخصیتی داشته باشید و چه امکاناتی نیاز دارید. در این حالت ممکنه احساس کمبودی به شما دست بده که البته ایرادی نداره و طبیعیه. در این مرحله باید احساسات و تفکرات خودتون رو زیر سوال ببرید و همزمان به خودتون تلقین کنید که اشتباه کردن به هیچ وجه بد نیست. به تدریج اعتماد به نفس لازم رو برای عملگرایی بیشتر به دست میارید. با تفکری مناسب و دیدی متفاوت درباره کمالگرایی و واقع‌بینی میتونید یاد بگیرید که با وجود منطقی بودن میشه به برترین کمالها دست یافت. کمالگرایی در اصل معنا و مفهوم لغویش خیلی هم بد نیست. فقط نیاز به تعادل با منطقی بودن داره. به یاد داشته باشید، هر هفته یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه
با یک برنامه جدید در خدمت شما عزیزان هستیم. نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. فراموش نکنید، همه رویای موفقیت دارن، اما تنها عده کمی برای موفق شدن بهای اون رو میپردازن. شما دوست دارید جزو کدوم دسته باشید؟ پیروز و سربلند باشید.